در دنیایی که همواره در تغییر است، بسیاری از ما به دنبال آرامش و معنای عمیق‌تر در زندگی هستیم. گاهی اوقات وابستگی‌ها، ترس‌ها و نیازها ما را از این آرامش و معنا دور می‌کنند و احساس می‌کنیم که در مسیری پر از استراب و ناامیدی گرفتار شده‌ایم. اما در پس این چالش‌ها حقیقتی نهفته است که می‌تواند ما را به سوی رهایی و آرامش واقعی هدایت کند. دوست من، این ویدیو یک دعوت است. دعوتی برای بازنگری در نگاهمان به زندگی، بازنگری در وابستگی‌ها و بخششمان. شاید رها کردن و بخشیدن در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما این اعمال قدرتمند می‌توانند دروازه‌هایی به سوی آزادی درونی و آرامش عمیق را به رویمان باز کنند. در این ویدیو ما به این درک خواهیم رسید که رهایی و بخشش نه تنها به معنای دست برداشتن از چیزهایی است که دیگر به ما خدمت نمی‌کنند، بلکه به معنای باز کردن فضایی در درونمان برای تجربه زیبایی‌های جدید، دیدن فرصت‌های تازه و رسیدن به آرامشی بی‌نظیر است. پس با قلبی باز و ذهنی آرام تا انتهای ویدیو با من همراه باش تا ببینی چگونه با رها کردن و اعتماد به جریان زندگی می‌توانی به نسخه‌ای بهتر و قوی‌تر از خودت دست یابی. دوست من، وابستگی‌ها همچون زنجیرهای نامرئی تو را به اشیا، افراد و حتی افکارت گره می‌زنند. هرچه بیشتر به چیزی یا کسی وابسته شوی، قدرت بیشتری به آن می‌دهی و این قدرت به مرور زمان تو را از آزادی حقیقیت دور می‌کند. آنچرا که با چنگ و دندان نگه می‌داری، نه تنها اسیرت می‌کند، بلکه انرژی با ارزش حیاتیت را نیز تحلیل می‌برد. این وابستگی‌ها انتظار به وجود می‌آورند و مانع از بخشش خود و دیگران می‌شوند، زیرا اغلب تو در پی حفظ، کنترل و تأثیرگذاری بر دیگران هستی. راه حل برای آزادی رها کردن است. رها کردن هنری است که تنها از دل اعتماد به جریان زندگی و پذیرش بخشش متولد می‌شود. وقتی از تلاش برای کنترل هر چیزی دست می‌کشی و با آرامش به مسیر طبیعی زندگی اعتماد می کنی، دریچه ای از آرامش و آزادی به رویت باز می شود. در این لحظات است که می فهمی آنچه ارزش ماندن را دارد بدون نیاز به اجبار در کنارت باقی خواهد ماند و آنچه متعلق به تو نیست به آرامی از زندگیت خارج خواهد شد. در این فرایند مهم، بخشش کلیدی برای رهایی است، چرا که با بخشیدن دیگران و خودت زنجیرهای وابستگی را سست می‌کنی و در نهایت به آزادی بیشتری دست می‌یابی. دوست من، زندگی را می‌توان به رودخانه‌ای تشبیه کرد که با جریان نرم و آرام راه خود را به سوی اقیانوس باز می‌کند. هرچه کمتر به سنگ‌های مسیر چنگ بزنی، بیشتر می‌توانی از زنجیرها و تجربه‌های بی‌نظیر این مسیر بهره‌مند شوی. بخشش در اینجا نقشی اساسی دارد، چرا که با بخشیدن و رها کردن از تلاش برای نگه داشتن چیزهایی که شاید به زیانت باشند دست برمی‌داری و مسیرت را به سوی اقیانوس هستی باز می‌کنی. رهایی از وابستگی‌ها نه تنها به معنای دست برداشتن از اشیا و افراد، بلکه به معنای رهایی از قضاوت‌ها، ترس‌ها و محدودیت‌های ذهنی است. در زمینه بخشش، بخشش خود بسیار مهم است، زیرا به تو کمک می کند تا با جریان زندگی همسو شوی و به درک عمیق‌تری از معنای حقیقی زندگی دست یابی. وقتی ذهنت را از این بارهای منفی آزاد می کنی، به آرامشی درونی می رسی که هیچ چیز دیگری قادر به فراهم کردن آن نیست. تو باید در مسیر سفر زندگی یاد بگیری که چگونه به جریان طبیعی زندگی و به قدرت بخشش اعتماد کنی. گاهی اوقات بهترین تصمیم رها کردن چیزهای قدیمی است و اجازه دادن به چیزهای تازه‌ای است که قرار است به شیوهی غیر قابل پیشبینی وارد زندگیت شوند، ولی تا زمانی که وابسته گذشته‌ات باشی نمیتوانی اتفاقات تازه را تجربه کنی.
رها کردن به معنای پذیرش عدم قطعیت‌ها و اعتماد به قوانین کائنات است. تو باید به این موضوع ایمان بیاوری که هر چه باید اتفاق بیفتد در زمان درست و به شیوهی درست در زندگیت ظاهر خواهد شد. دوست من، چند بار در زندگیت تلاش کردی تا چیزی را به هر قیمتی نگه داری ولی آن را در نهایت از دست دادی؟ چند بار فکر کردی که اگر آن چیز یا آن شخص را از دست بدهی دیگر قادر به ادامه زندگی نخواهی بود، ولی با از دست دادن آن چیز باز هم زندگی ادامه داشته؟ کائنات بارها تمام اینها را به تو نشان داده. زمانی که چیزی را با آرامش رها می کنی و دیگران را می بخشی، آنچه به راستی به تو تعلق دارد به شیوهی غیر منتظره و زیبا به سوی تو باز می گردد. رهایی از وابستگی ها به معنای اعتماد به خودت و به جریان زندگی است. اعتماد به این که تو به اندازه کافی قوی و توانمند هستی که بدون نیاز به چنگ زدن به چیزی یا کسی به مسیرت ادامه دهی. این اعتماد به تو قدرت می دهد تا با آرامش و تعادل در مسیر زندگی گام برداری و از هر لحظه زندگیت لذت ببری. بخشش بخشی از این اعتماد است، زیرا که با بخشیدن دیگران و خودت بارهای سنگین را از دوش خود بر می داری و با آرامش به جلو حرکت می کنی و در نهایت می دانی آنچه به تو تعلق دارد به شکلی طبیعی و در زمان مناسب به سوی تو باز خواهد گشت و آنچه که به تو تعلق ندارد هرچقدر هم تلاش کنی آن را از دست خواهی داد. دوست من، این حقیقت ساده کلید آزادی درونی و آرامش روح است. بیا این حقیقت را در دل و جانمان جای دهیم و با تمام وجود به جریان زندگی، قدرت کائنات و قدرت بخشش اعتماد کنیم. زندگی همچون رودخانه‌ای جاری است که با هر جریان خود فرصتی برای رهایی و رشد به تو می دهد. با اعتماد به خودت و به جریان زندگی و با بخشش دیگران و خودت می توانی از وابستگی ها رها شوی و فضای بیشتری برای آرامش و شادی در زندگیت ایجاد کنی. دوست من، به یاد داشته باش که رهایی از وابستگی ها و بخشش دیگران نه تنها به معنای رها کردن چیزها، بلکه به معنای رها کردن ذهنیت ها و نگرانی های غیر ضروری است. با اعتماد به مسیر طبیعی زندگی و قدرت بخشش می توانی به کشف راز قدرت درون خود و فرصت‌های تازه و روابط عمیق‌تر بپردازی. ولی دوست من، رهایی و بخشش جرأت و شجاعت می خواهد. آیا آنقدر شجاع هستی که بتوانی از همین لحظه تمام افرادی که به تو بدی کرده‌اند را ببخشی؟ آیا آنقدر جرأت داری که بتوانی از همین لحظه بدون وابستگی به شخصی یا شیئی زندگی کنی؟ شجاعت رها کردن و بخشش به تو قدرت می دهد تا به شکلی طبیعی و بی زحمت به سمت اهداف و آرزوهای واقعی خود حرکت کنی. این شجاعت و جرأت پایه و اساس آزادی است. اگر به دنبال رسیدن به خوشبختی هستی، پس نباید فراموش کنی که هرچه بیشتر به جریان زندگی و بخشش اعتماد کنی، آرامش و خوشبختی بیشتری را در زندگی تجربه می کنی. دوست من اکنون از تو دعوت می کنم که این موضوع مهم را در زندگیت به کار ببری و هر روز به خودت یادآوری کنی که زندگی یک سفر پیوسته و زیباست. تو با رهایی از وابستگی ها و با اعتماد به جریان طبیعی زندگی و همچنین با قدرت بخشش می توانی از زندگیت لذت بیشتری ببری و به ورژن جدیدی از خودت تبدیل شوی. به یاد داشته باش که زندگی با همه پیچیدگی ها و چالش هایش همچون یک رودخانه در جریان است. هر لحظه فرصتی است برای رها کردن آنچه به تو تعلق ندارد و پذیرش آنچه به طور طبیعی به سوی تو می آید. وقتی اعتماد کنی و بگذاری که زندگی خودش مسیرش را بیابد، آرامش و خوشبختی را تجربه می کنی. دوست من، تو همان کسی هستی که قدرت تغییر زندگیت را در دست داری. با رها کردن وابستگی ها و با قدرت بخشش می توانی زندگی پر نورتر، آزادتر و پرمعناتری را برای خودت بسازی. پس آگاه باش و بیدار. با آرزوی بیداری و آگاهی برای همه مردم جهان، دوستار تو عرفان.